این ویدیو بررسی یکی از بحث برانگیزترین گوشی های هر سال است آیفون 12 پرو مکس و اکس دوست داشتنی من مهدی شجری ام و امروز میخوام تجربیات یک ماه هم از کار کردن با آیفون 12 پرو مکس رو با شما به اشتراک بذارم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خیلی خوشحالم میکنید اگر همین الان ویدیو رو لایک بکنید چنل رو سابسکرایب بکنید زنگوله بغلش رو بزنید توی چنل من میتونید ویدیو بررسی جدیدترین محصولات بازار ترفندهای موبایلی مختلف و خیلی چیز دیگر رو یاد بگیرید و ببینید ویدیوهاشو دمتون گرم اگر حمایت بکنید یه کاری بکنید این ویدیو که محتوای فارسی بره بشینه بغل محتوای خفن انگلیسی و خارجی و خفن و ما هم با هم دیگه بریم بالا دم همتون گرم اولین بخشی که میریم سراغش بخش طراحیه جایی که اپل عوضش کرد بازی و برگردون به 7 سال پیش و طراحی تخت رو ما میبینیم پشت گوشی چهار تا دوربینه اما سه تا سنسور تصویر برداریه سنسورهایی که به نسبت آیفون 11 پرو مکس بزرگتر شدن خود اون گردی سنسور بزرگتر شده یعنی این چیزی که ما میبینیم نه خود دیافراگم و اینها این خروجی که روی قاب دیده میشه یه دونه سنسور لایدار هم اضافه شده به ترکیب مربعی که بالا سمت چپ پشت گوشی دیده میشه فلش رفته اون بالا سنسور لایدار اومده این پایین میکروفون خیلی کوچیک شده بغل سنسور لایدار بیرون زدگی دوربین به نسبت آیفون 11 پرو مکس بیشتر شده و پشت گوشی همچنان ماته رنگی که اینجاست رنگ آبیه رنگی که جدیده و قبلا توی گوشی آیفون نبوده سبز آیفون 11 پرو مکس شده و این آبیه اومده و پشت گوشی ماته و بدی قضیه اینه که دور گوشی براغ و به شدت جای اثر انگوش روش میمونه زیر گوشی درگاه شارژ لایتنینگه یه اسپیکر یه میکروفون لبه سمت راست گوشی دکمه پاوره و خشاب سیمکارت رفته لبه سمت چپ گوشی یکی از تغییراتی که اپل ایجاد کرده دکمه کم و زیاد کردن صدا و خشاب سیمکارت و دکمه سایلنت هم سمت چپ بالای گوشی هم خبری از چیز خاصی نیست میخوام در مورد طراحی صحبت بکنم طراحی تختی که یه خیلی عکس در موردش اومد که آره مثلا روی دست خط میندازه تیز اذیت و میخوام بگم که روی آیفون 12 پرو مکس واقعا اذیته چرا چون روی آیفون 11 پرو مکس ما هم ابعاد کوچیکتری داشتیم یعنی یه مقدار از این کوچیکتر آیفون 11 پرو مکس هم لبه هاش کروه و مثلا اینجوری تخت نیست باعث میشه که گوشی خوش باشه و این گوشی حتی دو گرم هم سنگین از نسل قبلیش یعنی آیفون 11 پرو مکسه بود و میتونم بگم که توی استفاده های بلند مدتی که این گوشی رو میگیرید دستتون دستتون رو اذیت میکنه حتی اون خطایی که یه دونه کاربر چینی رو دستش افتاده بود و منتشر کرده بود روی دست منم میفته اما نه روی انگشتام روی این حاشیه حاشیه روی محل تلاقی شست با کف دست یعنی اینجا وقتی گوشی رو بگیرید اگر که بخواید باش بلند مدت کار بکنید دو سه ساعت گوشی دستتون باشه اون اتفاق میفته و میتونم بگم این تخت شدنه روی آیفون 12 پرو مکس با این ابعاد بزرگش خیلی مطلوب نیست من روی آیفون 12 پرو که ویدیو بررسیش رو قبلا گذاشتم گفتم که واقعا خوبه اما روی این ابعاد این طراحی تخت رو من دوست ندارم و اون 11 پرو مکس برام بهتر بود اما خب خوبی تختش اینه که میتونید اینجوری نگهش دارید وایسه روی سطح های مختلف که اینجوریه یکی دیگه از ایرادای بزرگ طراحی این قضیه به نسبت سال قبل اینه که بیرون زدگی دورمش بیشتر شده و خیلی هم سنسورا این دایره دایره هایی که دور لنزه بزرگتره و هم تو چشم زیاد خوشگل نیست و آیفون 11 پرو مکس بود هم این لقی که گوشی موقعی که میذاریش رو میز میخوره بیشتر شده که اینم نقص طراحیه یکی دیگه از نقصا که بازم اشاره کردم اینه که روی این قاب دور خیلی جای اثر انگشت میمونه و یه جوری طراحی شده مخصوصا تو رنگای سفید و طلاییش که انگار گوشی فیکه یعنی اون براقی دور اگر مات میشد به نظر من خیلی جذاب تر بود تو بخش طراحی نکته دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که این گوشی طبق دای اپل چهار برابر مقاومت بیشتری داره راستش اگه بخوام بگم یه بار از دستم افتاد ولی هیچ چیش نشد آیفون 11 پرو مکس هم دو سه بار از دستم افتاد ولی اونم هیچ چیشون نشد چرا مقاومتش بیشتره به خاطر یه سرامیک شیلدی که روی پشت و جلوی این گوشی هست یه لایه سرامیکی که مقاومت بیشتری داره هم باعث میشه که صفحه نمایش مقاومتش بیشتر باشه همین شیشه ای که این پشته باعث میشه مقاومتش بیشتر باشه این هم نکته ایه که تغییر کرده آیفون 12 پرو مکس به نسبت آیفون 11 پرو مکس یه نکته دیگه ای که توی طراحیش هست که واقعا باید بابتش اپل رو نکوهش بکنیم اینه که هیچ تغییری توی اون ناچش اتفاق نیفتاده آدم توقع داره دیگه تو سال 2020 بیست که شما اینو منتشر منتشر که نه عرضه کردی و تازه آخر 2020 بیست و همه گوشی‌ها دارن زور میزنن که دوربین سلفی رو ببرن زیر نمایشگر که حتی یه ناچ خیلی ریزم نداشته باشه یه پانچول حفره خیلی ریزم نداشته باشه تو همچنان برداشتی سه تا سنسور گذاشتی و سلفی گذاشتی و اسپیکر و اون ناچه هیچ تغییری نکرده اپل با این فرمون توی طراحی به نظر من جاهای خوبی نمیره این گوشی گواهی آی پی 68 داره یعنی تا نیم ساعت تو عمق یک متری میتونید باش کار بکنید من که تاله زیر آب نگرفتمش ولی به مشکل بر نمیخوره نباید باش بری همون دوش بگیری ولی خب ضد آب و ضد گرد و غباره و این گواهی آی پی 68 رو هم داره اما این همه نکته منفی که در مورد تراش گفتم واقعا واقعا کیفیت ساخت این گوشی معرکه است یعنی متریالی که توش به کار رفته تراش هایی که داره کیفیتی که توی تک تک پیکسلای این گوشی هست توی جوانه مختلفش هست واقعا آدم به وجد میاره و من توی کمتر گوشی همچین کیفیتی رو دیدم یه دونه نوت بیست اولترا اینجا ما داریم اون گوشی قوامش به این گوشی نمیرسه از نظر طراحی و کیفیت ساخت این هم نکته مثبتیه که باید روی آیفون 12 پرو مکس به صورت منطقی بگیم بخش بعدی که میریم سراغش best of the best بخش صفحه نمایش جایی که یه پنل سوپر رتینا اکس اولد داریم که این اسم رو اپل براش گذاشته پنل پنل اولده که کیفیت فوق است رزولوشن فوق است HDR10 رو پشتیبانی میکنه دالبی ویژن رو پشتیبانی میکنه و 87 درصد پنل جلویی و نمایشگر گرفته که به نسبت آیفون 11 پرو مکس بهتر شده به خاطر این صفحه نمایش یعنی به خاطر این طراحی تخت و میتونم بگم که نهایت دقت توی رنگ ها رو شما میتونید ببینید کنتراست فوق روی نمایشگرش و همه و همه همه چیزایی که یه نمایشگر خوب از نظر کیفیت باید داشته باشه توی نمایشگر آیفون 12 پرو مکس هست یه چیزی نیست صفحه نمایش 120 هرسی اپل نرفت زیر بار که نرفت و همچنان صفحه نمایش 60 هرسه اما میتونم بگم که من با گوشیای مختلف 120 هرسی کار کردم و با آیفون هم کار کردم آیفونم یه ماهه که الان زیر دستمه و میتونم بگم سرعت نمایشگرش واقعا از اون حسی که نمایشگرای 60 هرتز میدن فراتره درسته که رو عدد 120 هرتز نیست و منم نمیخوام دفاع بکنم و اینو اگر تو یوتیوب هم سرچ بکنید در موردش ویدیو زیاد هستش که این سرعت درست نمایشگر 120 نیست اما واقعا سرعت کمی نیست و آزاردهنده نخواهد بود براتون و میشه گفتش که واقعا یه نمایشگر روون و خوب زاویه دید فوق العاده عمق رنگ مشکی عالی و نقصی روی نمایشگرش نمیشه گرفت به جز همون بریدگی ناچی که اون بالاش هست یه نکته دیگه ای که تو بخش صفحه نمایش باید بهش اشاره بکنم اون قابلیت دالبی ویژنه عقبتر فقط اسمشو گفتم دالبی ویژن چرا خوبه روی این گوشی؟ چون خود دوربین این گوشی قابلیت فیلم دالبی ویژن داره و شما میتونید کیفیت تصاویری که میبینید رو ارتقا بدین دالبی ویژن باعث میشه که عمق رنگ ها خیلی بیشتر بشه در مورد دالبی ویژن توی آیفون 12 پرو کامل توضیح دادم که چه اتفاقی روش میفته و این کیفیت و عمقی که رنگ ها پیدا میکنن توی دالوی ویژن و اون هایلایت های بیشتری که توی رنگ ها دیده میشه باعث میشه که اصلا دنیاتون عوض بشه روی تصویر یه سری از ویدیوها روی یوتیوب هستش که دالبی ویژن هست و فقط یوتیوب الان پشتیبانی میکنه ازش بعدا الان قرار اینستاگرام هم یه سری حرفا ازش هستش که پشتیبانی بکنه از دالبی ویژن ولی وقتی رو یوتیوب باشید یا اصلا یه ویدیویی رو به صورت دالبی ویژن رو این ببینید یه حسی بهتون میده که واقعا مرکز است میتونم یه جورایی دالبی ویژن این گوشی رو با اچ 10 پلاس گوشی های سامسونگ مقایسه بکنم که این گوشی اچ 10 رو هم ساپورت میکنه اما دالبی ویژن یه دنیای دیگه است و واقعا معرکه توی صفحه نمایش این گوشی بخش بعدی که میریم سراغش بخش باتریه جایی که اپل باز به نسبت آیفون 11 پرو مکس رو عدد افت داشته آیفون 11 پرو مکس تقریبا ظرفیت باتری 3900 خورده ای بود این ظرفیت باتری 3600 خورده ای 3700 خورده ای اپل که به صورت رسمی نمیگه اما تو اطلاعاتی که روی اینترنت هست این عدده منم که نمیتونم مثلا رو بسنجم اما با توجه به تجربه خودم تو استفاده های روزمره با اینکه روی عدد ما اومدیم پایین تر اما آیفون 12 پرو مکس شارژ بهتری نسبت به آیفون 11 پرو مکس داشت من یه سال با 11 پرو مکس کار کردم یه ماه هم با آیفون 12 پرو مکس کار کردم و میتونم بگم اون موقع اوایل آیفون 11 پرو مکس هم این شارژ که 12 پرو مکس داره رو ازش نمیتونستم بگیرم و توی استفاده های معمولی واقعا خوبه من با آیفونم من که بیصاری تو اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم یوتیوب و اینا هستم با آیفونم یه روز کامل شارژ دیو دارم یه روز کامل یعنی از صبح که بیدار میشم تا آخر شب آخر شب که میرسه آخر شب نه تقریبا سر 8 9 شب که میشه دیگه میرسه به 20 درصد میاد رو 15 میاد رو ده دیگه ساعت 11 من مجبورم بزنمش به شارژ بعضی موقع نمیزنم میاد رو یکی دو ولی خاموش نمیشه موقعی که میخوام بخوابم میزنمش تو شارژ و میتونم بگم که شارژده ای باتریش واقعا خوبه آیفون یعنی اپل از آیفون 11 پرو به بعد باتری خیلی خوبی داشت از قبل اون باتری های اپل واقعا جزوه خوبا نبودن ولی از 11 پرو مکس به بعد میتونم بگم که تجربه باتری خیلی خوبی داره نکته دیگه ای که وجود داره اینه که تو بخش باتری تو جعبه شارژر نیست و بارها و بارها در موردش همه صحبت کردم و من دیگه نمیخوام بپردازم به, به اینکه چرا اپل این کارو کرد و شما بعدی آداپتور 20 وات برای این گوشی بگیرید آیفون 11 پرو مکس آداپتورش 18 وات بود ولی آداپتور این 20 واته من آداپتور 20 وات اورجینالش رو از دبی با خود این گوشی گرفتم و میتونم بگم فول شار شدنش از تقریبا 10 درصد تا 95 درصد که من همیشه از 10 تا 95 شارژ میکنم یه چیزی حدود دو یک ساعت و ربع طول میکشه که عملکردش قابل قبوله واسه آیفون 11 12 پرو مکس البته که این ظرفیت باتری یک ساعت رو طول میکشه که 90 درصد شارژ بشه خیلی خوب نیست اما وقتی شارژدهی رو میذاری کنار مدت زمان شارژ شدن واقعا معقول و قابل قبوله اما تو بخش باتری به یه نکته دیگه هم باید اشاره بکنم یه فاجعه اونم موقع بازی کردنه تو استفاده روزمره باتریش واقعا خوبه ولی توی بازی کردن شما با فاجعه مواجه هستین یک ساعت کال آف دیوتی بازی کنی تقریبا سی تا سی و پنگ درصد باتری گوشیتون خدافز و سه ساعت و نیم بازی بکنی با گوشی یعنی اگر سه ساعت و نیم هم نه همون سه ساعت سه ساعت و رو باش بازی بکنی گوشی خاموش میشه یعنی از صد میرسه به صفر یعنی اگر گیمر هستید مشکل جدی باتری با این گوشی خواهید داشت تو استفاده های معمولی من واقعا به مشکل نمیخورم باش اما تو, بات... تو بازی کردن باتریش اصلا جیسوس تو گوشه اندرویدی خیلی از گوشی ها یه قسمتی دارن که بهینه میکنه برای باتری یعنی شما موقع که میخوای بری بازی بکنی میری تو گیم مودش یا نمیدونم گیم پسش هر گوشی یه اسمی واسه خودش داره میری اونجا و مثلا همه گوشی بهینه میشه برای اینکه باتری کمتری مصرف بشه اما تو این گوشی یعنی آیفون 12 پرو مکس خبری از این اتفاق نیست و کلا 3 ساعت و 20 دقیقه پلی تایم بهتون میده و این یه فاجعه است یه ساعت کالاف بازی کنی 30 درصد باتریت کم بشه و این یه فاجعه است این گوشی برای شارژ شدنش یه تکنولوژی داره به اسم مکسیف تو ویدیو بررسی آیفون 12 پرو هم دیدیمش یه دونه دایره است اینجا برای شارژ وایرلسش که مکسیفش هم من از دبی دوباره گرفتم الان میگن چرا انقدر فخ میف باشه و فهمیدیم تو دبی رفتی ویدیو رو لایک کن که دیگه دبی نرم الکی یه لایک هم بگیریم و با اون مکسیفه میتونم بگم که وایرلس شارژ با اون آداپتور 20 واتی مکسیفو رو که بزنی 15 وات به شما قابلیت شارژ شدن میده که تقریبا شارژ شدنش من از یه بار از 20 درصد زدم تا 80 درصد یعنی 60 درصد با اون مکسیف شارژ شد تقریبا دو ساعت طول کشید و میشه گفتش که یه شوخی رسانه ای هنوز وایلس شارژ برای گوشی های آیفون که من تجربه خوبی ازش نداشتم کی حوصله داره سه ساعت گوشیشو بزنه تو شارژ مثلا بذاره روی مکسیف که شارژ بشه من که وصلش رو ندارم چون 24 باید با گوشی کار بکنم این هم نکته ای که در مورد مک سیف باید میدونستید بخش بعدی که میریم سراغش بخش امنیته جایی که هیچ فرقی به آیفون 11 پرو مکس ما نمیبینیم توی آیفون 12 پرو مکس همون سنسور تشخیص چهره که سرعت ای داره عملکردش واقعا خوبه یه سری تنظیمات توی آیوس 14 هم بهش اضافه شده ولی همچنان اون ناچ بد اون بالا هستش که نمیدونم به امنیتش میارزه یا نه چون کلا سیستم تشخیص چهره اپل به صورت مادون قرمز یه خیلی پرتو میفرسته سمت صورت شما چک میکنه همه رو تطبیق میده اگر مثلا ماسک رو صورتتون باشه عینک رو چشتون باشه عینک دودی باشه خیلی دقیقه اما نصف سفر گرفته دیگه بخش بعدی که میریم سراغش بخش دوربین نیست چرا چون تو بخش دوربین خودش یه دنیاست و ویدیو دوربین آیفون 12 پرو مکس رو به صورت جداگانه قولشو همین الان بهتون میدم و بعدا ویدیو دوربینش رو مجزا براتون میذارم بخش بعدی که میریم سراغش بخش سخت افزاره پردازنده 5 نانومتری که اپل روی این گوشی گذاشته a A4 بایونیک که معرکه است گوشی های اپل هیچ موقع مشکل سخت افزاری جدی نداشتن یعنی همیشه چون اپل کلا توی سال یه بار گوشی معرفی میکنه و آخرین پردازنده هم روی گوشی هاش میذاره همه بازی ها رو تو بهترین کیفیتش اجرا میکنه مشکل لگ و باگ نداره و محیط به شدت روون و خوبی داره که واقعا از نظر سخت افزاری روی آیفون نمیشه ایراد گذاشت حداقل من که نمیتونم ایراد بذارم به جز یه چیز اونم این که با توجه به پردازنده 5 نانومتری آدم توقع نداره که این گوشی داغ بشه خیلی زیاد در حالی که با این گوشی که بازی بکنی یا مثلا تو نرم افزار دوربینش خیلی کار بکنی این گوشی قشنگ داغ میشه دور دوربینش واقعا داغ میشه ببین داغ میشه شاید تو مثلا آپدیت های نرم افزاری این مشکل حل بشه اما از کجا معلوم شاید هم حل نشه در مورد این داغ شدنه باید اینو هم بگم این اتفاق روی نوت 20 اولترا هم میفته مخصوصا نسخه های اگزینوسش که میاد تو ایران و اونم داغ میکنه چرا گوشی های پرچم دار رو یه جوری که داغ نکنه خب تجربه خیلی بدیه دیگه گوشی برای داغ نشدن فقط آروژی فونا لعنتی خودش فن داره میزنه اون پشت ولی من توقع نداشتم که اینجوری داغ بکنه البته اینم بگم خیلی اونجوری نیستش که مثلا دست بزنی به سوزه نه ولی بالاخره داغ میشه توی بخش رابط کاربری سخت افزار رو که بذاریم کنار بعد از مرحوم استیو جابز تقریبا تمام آپدیت های آی او اس با باگ مواجه میشد و امروز آیوس مثلا 14 می اومد فرداش بعد iOS 14 صفر رو نصب میکردی که باگای 14 رفع بشه و من مواجه شدم که این گوشی با iOS 14.3 باگ داره <تصفح> باگش چیه مثلا از این نرم افزاری وقتی سری میمدم بیرون میرفتم اینور آیکون تلگرام همچنان میمون رو صفحه و این یه باگ بود و تو بخش نرم افزارش مواجه میشید با باگ یکی دو بار شده که گوشی اصلا مونده همینجوری و این اتفاق روی iOS 14.3 یه اتفاقیه که واقعا منفیه یعنی اپل نمیتونه ازش دفاع بکنه مگر اینکه بخواد آپدیت بده که آپدیت دادن هر روزم اذیت دیگه اینم از بخش نرم افزارش بخش بعدی که میریم سراغش اسپیکره بریم واسه تست اسپیکر با یه موزیک جدید و نه موزیک همیشگی این تای صداست صدا هم از اسپیکر بالا میاد هم از اسپیکر پایین هم حجم صداش زیاده که الان من مجبور شدم اینو قطع کنم که حرف بزنم چون صدا خودم رو نمیشنیدم کیفیت اسپیکر معرکه است بلندیش واقعا خوبه صدا استریوه و میتونم بگم که هیچ نقصی توی بخش اسپیکرم بهش نمیشه گرفت و واقعا عملکرد خیلی خوبی داره خیلی خوب تقریبا تمام نکاتی که تو هر بخش باید بهش اشاره میکردم رو گفتم حالا میخوام بریم تو بخش جنبندی که یه سری نکات دیگر رو هم بگم یکی از مهمترین فکوس هایی که اپل توی معرفی سری دوازده داشت 5G بود که متاسفانه ما تو ایران فکر کنم که حداقل تا دو چهار سال دیگه بهش نخواهیم رسید و از 5G این نمیشه خیلی توقع داشت توی ایران اگر که میخواید توی ایران ازش استفاده بکنید اگر خارج از کشور استفاده میکنید خب 5G بودن این گوشی واقعا خوبه و بهینه هایی که من نتونستم تجربه بکنم واسه یه کردن بین 4G و 5G هم امکانات خوب نرم افزاریه که توش هست. نکته بعدی که وجود داره و خیلی باحاله و این اتفاق فقط تو ایران میفته اینه که این گوشی الان که وسط دیماه 99 هستیم قیمتش حدودا 50 میلیون تومنه آیفون 12 پرو هم 50 میلیون تومنه کجای دنیا آیفون 12 پرو با آیفون 12 پرو مکس قیمتش یکیه بعضا آیفون 12 پرو تو ایران از آیفون 12 پرو مکس هم گرونتره چرا؟ چون خواهانش بیشتره این اتفاق هم فقط تو ایران میفته چون به صورت رسمی این گوشی وارد نمیشه و خواهان آیفون 12 پرو بیشتره شاید به خاطر ابعاد و خوش دست بودنش و این گوشی یه گوشیه که واقعا یغوره یعنی به نسبت آیفون 11 پرو مکس هم بزرگتر شده و تخت بودنش باعث میشه که خیلی یغور باشه تو دست و همین قضیه باعث میشه که آیفون 12 پرو بیشتری داشته باشه و قیمتش از 12 پرو مکس بیشتر باشه جالبه یه نکته دیگه ای رو هم میخوام بگم اونم اینه اگر آیفون 11 پرو مکس دارید به نظر من اصلا نمیارزه برید رو آیفون 12 پرو مکس. چرا؟ چون تغییر خیلی خفنی توش به وجود نیومده به جز بخش دوربین که اون دوربینم انقدر خفن نیست تغییرش که شما بگی که مثلا از 11 پرو برم رو 12 پرو 11 پرو مکس برم رو 12 پرو مکس خیلی خفن میشه اصلا این اتفاق نمیفته حتی اگر بخوام یه حقیقتی رو بگم همون هفته های اول دومی که با این گوشی کار میکردم دلم میخواست که بفروشمش و برگردم با آیفون 11 پرو مکسم چون واقعا خوش دستر بود کار کردن باش بهتر بود و من باش عادت کرده بودم و این طراحی تخته برخلاف آیفون 12 پرو با ابعاد خیلی خوب و مناسبش روی آیفون 12 پرو مکس اصلا برام جذاب نبود ولی تصمیم گرفتم که همچنان نگهش دارم که تو بخش دوربین بهتون میگم که چرا تصمیم گرفتم نگهش دارم پس از آیفون 11 پرو مکس اگر تجربه من و نظر من رو میخواید به نظرم نیاید سمت آیفون 12 پرو مکس اصلا منطقی نیست اما یه نکته دیگه ای که وجود داره همیشه توی بررسی گوشی های پرچمدار اپل مثل آیفون 12 پرو مکس اینه که ما بریم یه گوشی پرچمدار اندرویدی بگیریم یا یه گوشی پرچمدار آیفون یعنی اپلی بگیریم و این همش بستگی داره به نوع استفاده شما از گوشی روی رابط کاربری به نظر من بعد اول تکلیفتون مشخص باشه که طرفدار اندروید هستید یا آی بعدش بیاید بگید که اوکی اگر که معلوم بشه همونجا میتونید انتخابتون رو انجام بدید آیفون 12 پرو مکس با نوت 20 اولترا مقایسه میشه که نوت 20 اولترا تقریبا 4-5 میلیون تومن تا 6 میلیون تومن نسخه 5 g از این گوشی ارزون تره اگر که بحث مادی هم مد نظرتونه خب نوت 20 اولترا خرید منطقی تره که ویدیو بررسیش رو هم قبلا براتون گذاشتم ویدیو مقایسه دوربین آیفون 12 پرو مکس و نوت 20 اولترا هم به زودی براتون میذارم بعد که تکلیفتون مشخص شد و تصمیم گرفتید که هیچ فرقی بینشون ندارید چی گفتم؟ متوجه شدید که هیچ فرقی بینشون نیست براتون اون موقع اگر که پایداری عملکرد کرد برای تو مهمه iOS ها همیشه بهتر از گوشه اندرویدی بودن پایداری عمل کرد من آیفون 6S دارم هنوز که هنوزه بعد از 5 سال آپدیت iOS 14 رو گرفته و داره کار میکنه درسته یه مقدار عملکردش کند شده اما قطعا به نسبت گوشی اندرویدی 5 سال پیش عملکردش خیلی بهتره و اگر شما یه آیفون بخرید قطعا میتونید بیشتر ازش استفاده بکنید حتی روی 5G هم میتونید حساب بکنید سه چهار سال دیگه بیاد عمر مفید یا ای آیفون معمولا 5 ساله شما یکی دو سال آخر آیفونتون میتونید از 5G هم استفاده بکنید روی این گوشی روی نوت 20 اولترا شاید بگم که بیشتر از دو سال یا دو سال و نیم دیگه بعیده که بره امیدوارم طرفدارای اندروید بهم گیر ندن طرفدارای سامسونگ ولی این تجربه ایه که تقریبا برای من ثابت شده و نظر من اینه، حالا شما میتونید نظر دیگه ای داشته باشید اینم از این تقریبا در مورد همه چی صحبت کردم امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید اگر سوالی در مورد آیفون 12 پرو مکس دارید حتما توی کامنت ها بپرسید اگر سوالی پر تکرار باشه براش ویدیو میسازم سبک ویدیو بررسی این گوشی با بقیه بررسی ها متفاوت بود چون تجربه یه ماهه بود که خودم با این گوشی داشتم و دلم میخواست که بدون پرده تر بیام و در مورد این گوشی باتون با صحبت بکنم اگر تجربه کار با آیفون 12 پرو مکس رو دارید خوشحالم میکنید اگر تو کامنت بنویسید که همه بتونیم ازش استفاده بکنیم و نکته دیگه آیفون 12 پرو رو ویدیو بررسیش رو قبلا گذاشتم آیفون 12 مینی به زودی برای بررسی میاد که به نظرم بهترین گوشی از سری 12 هاست ویدیو دوربین این گوشی هم بررسی دوربین آیفون 12 پرو مکس به صورت کامل رو هم به زودی براتون منتشر میکنم دم همتون گرم که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه من هر چی دارم از حمایت های شماست میدونی چرا مکس کردم گفتم که کاش بیشتر در مورد iOS 14 صحبت میکردم یادم افتاد که یه ویدیو کامل داریم در مورد تمام قابلیت های iOS 14 میتونید برید ویدیوی ویدیو قبلی ببینید مرسی از همراهیتون